با برنامه داوود سلطانزوی خوش آمدید. برای که یک جامعه در انکشاف متعادل خود بتونه قدم های متین را برداره، پروگرام های انکشافی باید از ضروریات مردم و از احتیاجات جامعه مطلقا با خبر بوده و به اساس از او ترتیب شده باشه. پروگرام های انکشافی افغانستان هم در 10 تا 12 سال اخیر با وجود که از منابع مختلف تمویل شد و با کشورهای مختلف در او دخیل بود، اما کوشش به عمل آمد که در چارچوبات دولت حداقل توسط حکومت افغانستان به شکل تطبیق شود که بتونیم یک انکشاف متعادل روستایی را ما در افغانستان رونما بسازیم. متاسفانه در این پروگرام ها سکتگی های مختلف از قبیل فساد، از قبیل بدامنی و از قبیل عدم هماهنگی حتی کشورهای دونر که گاه گاه خودشان پروگرام های معین را در موازات پروگرام های دولتی و روستایی افغانستان پیش می بردن سبب شد که ما نتانیم عمود دستاوردهایی را که باید به دست می آوردیم داشته باشیم. با وجود هم در چارچوبات وزارت انکشاف دهات و وزارت های معین دیگه از قبیل زراعت، پایدامه و انرژی و آب پروگرام های روی دست گرفته شد که اگر هماهنگی بهتر می بود و اگر ما می تانستیم مردم هم در این به شکل که ایجاب میکنه برای با مسئولیت پذیری ضروری مردمیش بسیج میکردیم، یقینا نتایج بهترتر میداشتیم. اما هنوز هم آنقدر بدبینانه فکر نمیکنیم. فکر میکنیم پروگرام های انکشافی روستایی ما نتایجش نسبت به ای که ما فکر میکردیم بهترتر است، اما متاسفانه پایدار بودنش در بعض موارد کمی قابل سوال است. و برای اینکه ما بتونیم بحث خود ادامه بدیم از وزیر محترم انکشاف دهات دعوت به عمل آوردیم که او را خوش آمدید میگیم. در این بخش برنامه وزیر محترم انکشاف دهات خوش آمدید میگیم آقای وایس برمک. تشکر. خوش آمدید. تشکر. وزیر صاحب شما با وزارت از پست های ریاست و باز معینیت و باز بالاخره وزارت به تدریج هم طور آمدین. دیگه خوب بلد هستین با کل گپا. که کی در چی وقت چکه کار کرده بله. و چکه کارا شده و بر شما چی کارا باقی مونده و چی بله. مشکلات بله. یا مشکلات ها خب. برتون به میراث رسیده. یقینا وزارت انکشاف دهات خو یکی موضوعات سطحی است که آدم فکر میکنه که کارهای روزمره را که میبینه که در امر انکشاف متعادل مملکت و متداومه که یک جامعه ضرورت داره، وزارت شما رول کلیدی بازی میکنه و مخصوصا یک خلای دیگه وجود داره در کارهای دو سه وزارت دیگه که او را به شما پر میکنه، مثلا در امور آبرسانی دهات و حتی در موضوعات زراعتی در بعض بخش ها شما رول بازی میکنید. این برای وزارت انکشاف دهات یک مشکل به وجود نمیاره یا تداخل کاری یا حداقل یک مشکلات هماهنگی با بعض وزارت های دیگه؟ تشکر جناب سلطان تو صاحب از اینکه ما را دعوت کردین در برنامه خودتان. بسیار زیاد ممنون. من سلام و احترام خود خدمت بیننده های برنامه شما تقدیم میکنم در قدم اول و بعد از او به جواب سوال شما باید بگویم که وزارت انکشاف دهات واقعا یکی از وزارت های کلیدی سکتوری حکومت افغانستان است و در طی 10 سال گذشته با براندازی یک سلسله از برنامه های انکشافی که در سالهای اول بعضی که اداره موقت تأسیس شد این برنامه تعریزی شد و بعد از او از طریق برنامه عرضه خدمات در دیات افغانستان صورت گرفته. در این جای شک نیست همونطور که شما گفتین که ما یکی از کسایی بودیم در داخل وزارت تقریبا از این مدت 8 سال میشه که ما در وزارت هستم و از مرحله اول که کار خود شروع کردم به صفت مشاور پالیسی وزارت و بعدا در پوست های اجرایی تا یک فعلا بس فعلا مسئولیت رهبری وزارت بادا دارم. برنامه ما در قسمت انکشاف سوال اول شما موضوع انکشاف متعادل بود بله. و انکشاف متوازن بوده. در این جای شک نیست که چون برنامه ملی بوده، اولین برنامه ما برنامه انکشاف منطقی بوده و بعد برنامه از همبستگی ملی طراحی شد و بعد از او رفت به منصه تطبیق. خوشبختانه همونطور که برنامه ملی بوده، یعنی در توزیع منابع مالی و در تطبیق پروژه ها همیشه حاصل
انکشاف متوازن بدون شک در نظر گرفته شده. اما این را باید یقتاً باید انکار نکنیم که بعد از 2005 یا بگویم اواخر 2006 همین مشکلات امنیتی که آهسته آهسته در بعض مناطق افغانستان ظهور کرده رفت و بالاخره در حکومت مرکزی متوجه شد و تا اینکه پس دوباره ما توانستیم که یا حکومت در مجموع وزارت نیروی امنیتی ما در همکاری با نیروی بین‌المللی بعض مناطق حتی مکمل ما بر یک مدت کارهای خود متوقف ساختیم به خاطر که دیگه او یک دوسیه تا اصل مهم است بر انکشاف دیات همیشه بوده که در جایی که ما دسترسی نداشته باشیم متاسفانه یا مردم همکاری هم را نکنه ما نمیتونیم که پروژه خود تطبیق کنیم به خاطر که اصل دومی است که باید نظارت کنیم از کار خود وقتی که نظارت نباشه موضوع نظارت شما مندار یک موضوع بسیار اساسی است برای کارهای خود شما بله. اما در این مدت 10 سال دیده میشد که قوت های بین المللی هم بعضی کارهای میکردن در موازات کارهای دولتی ما شما به شکل پی آر تی و یا بعضی برنامه دیگه اینجا اما هنگی مشکل تر نمیشه در بعض ولایت ها امی تیمای پی آر تی که فعالیت های انکشافی را انجام میدادن اکثرا با ریاست های ما در سطح ولایات هماهنگ بودن ولی در بعض موارد متاسفانه نه مثلا از جمله ولایت هایی که پی آر تی امرای مبسا موفقانه و هماهنگ خوب هماهنگ کار کرده ولایت کاپیسا بوده مثلا در ولایت پنچیر ولایت کاپیسا در کدام مملکت زیادتر هماهنگتر میخواسته کار بکنه از این ممالک چرا ممالک مختلف ولایت مختلف بله به حساب گرفته بودن بیشتر اگر واقعا پرسان کنین که جرمنان امرای مبسا هماهنگ کار کردن مثلا در قندوز در بدخشان در تخار معمولا تیم پی آر تی جرمنا که همون یوزه شمال شرق ما شما را مسئولیت شد داشتن از نقطه نظر نظامی این تیم های پی آر تی شان باز اکثر نمرای انکشاف دیات بسیار زیاد نزدی کار کردن همان کار کردن پی آر تی های امریکایی ها تا حدی که مثلا در کاپیسا و پروان و پنشیر که در سایه نفوذ از اینا بوده از نقطه نظر نظامی در اوجه هم امرای ریاست ما تا حد زیادش این همان کار کردن اینا این مرحله انتقال و تمام مسئولیت ها به دوش خود حکومت افغانستان چی بخش امنیتی و بخش های دیگه برای شما امی ضعف هماهنگی خارجی ها با حداقل پی آر تی هایشان با بخش های مختلف حکومت ما اینمی آیا انتقال مشکل نمی سازه برای شما؟ خب حالا فعلا در اولیت مرحله انتقال مسئله انتقال امنیتی است مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای حکومت افغانستان در بود انکشاف و در بود حکومت داری که دو عنصر دیگه مهم پروسه انتقال است که انتقالم میتونه بگیم که همین انتقال مسئولیت های امنیتی را میتونه این دو عنصر دیگه یا دو ستون دیگه را متممش واقع شوه و این را مکمل بسازه تا فعلا اتو به شکل شاید بایدش وقع توجهی که در عرصه امنیتی صورت گرفته ولی به شکل متوازن که آرزوی ما همی همیشه بود که ما بحثایی که حتی در اوائل چارچوب انتقال وقتی که ساخته میشد ما از یکی از جمله کسایی بودیم که امو بحث انتقال ما در بخش غیر امنیتی حتی اگر بگیم که تحت رهبری ما از طریق چیز بود شورای امنیت هم بحثا رو ما آغاز کردیم و بالاخره هم چارچوب جور کردیم البته در مشوره با ارگان امنیتی ما اما بعدا دو چارچوبی که ما جور کردیم در او امین پروسنت قال ما به شکل متوازن سرش فکر کرده بودیم که باید حتی شاخص ها پیش بینی شده بود که وقتی که یک ولایت تحت پوش پروسنت قال میه در اینجا نه تنها مسائل امنیتی و مشکلات امنیتی باید در نیازمندی ها هم در بود انکشاف و سرمایه‌گذاری در پروژه انکشافی و در این زمان در بخش خدمات اجتماعی و به می ترتیب در بخش حکومتداری خوب و سالم هم باید همزمان باید سرمایه‌گذاری صورت بگیره و توجه صورت بگیره که وقتی که از یک ولایت نیروی بین‌المللی خارج میشن و یا تمام مسئولیت ها بر ادارات افغانستان انتقال میکنه در اینجا توجه باید متوازن باشه چرا اینال به طور مثال بیشتر شما بحث پی آر تی ها را گفتین اینال مثلا پی آر تی ها از اکثر ولایت بیرون شده اینجا خلای ایجاد شده بله بله مثلا قبلا ما خب برنامه ما در تایم 10 سال گذشته این خدمات به صورت نرمال ادامه داشته درست. ولی این ما و شما هم در این زمان درک میکنیم که نیازمندی های انکشافی در افغانستان خصوصا در بود زیربناهای دیاتی
به حدی است که یعنی ما تا در طول مده سال نتونستیم که تمام نیازمندی های مردم از زوای مختلف رفع کنیم، اما در بسیاری موارد این می پیارتی ها تانستن که مثلا در خصوصا یعنی اونا فقط دسترسیشان به محلات از خاطر یک امکانات امنیتی داشتن بهتر بوده. یک سوال که پیشتر شما کردن که مسئله تداخل کاری بوده در طی 10 سال گذشته در جای شک نبوده که وزارت انکشاف دهات به حیث یک وزارت تحصیل کننده و در این زمان متمم دیگه کارهای دیگه وزارت ها بوده در این شکل مثلا در سکتور معارف ما آیا مهم است که دیگرها متمم شما میتونه نشده یا دیگرها صد واقع شده؟ ما میتونیم متمم دیگرها شیم و تحصیل کننده باشیم و بیشتر نقش همانگیر هم داشته باشیم. شما یک چیزی بسیار عمده به دست دارین تر مثال امی شوراهای مختلف. بله. تر مثال اینجا ما میخواییم از بریز کس پیش ما اشتباه نشه برنامه هم بسگی ملی بوده و برنامه ملی رشد توسعه منطقه‌ای و برنامه ملی راسازی روستایی برنامه ملی تهیه آب آشور میدنی و افزایش محیطی است، برنامه ملی انکشاف و این کلش به سطح قرا و قصبات و دهات و شما ده ها هزار اعضای شوراهای مختلف با شما به تماس است. آیا این یک بهره برداری سیاسی هم از این وزارت امکان دارد صورت بگیرد در صورت یک مدیریت سیاسی اگه اونجا وجود داشته باشه؟ خوشبختانه خب بعضی که ما مسئولیت گرفتیم در گذشته هم قسمی بوده که در این جایش که نیست که در حدود 28,000 یا 29,000 بیشتر از 28,000 شورای انکشافی که فعلا در صد تا سر افغانستان از طریق برنامه هم بستگی ملی به وجود ایجاد شده و همراه از اینا کار شده و سر ظرفیت های بشری مردم و دیگه مردم خودشان پروژه خواهد تدبیر کردن. ما در طول 10 سال گذشته قسمت زیاد توجه ما بیشتر سر انکشاف اجتماعی و انکشاف زیربنایی بوده. مهم است. در قسمت خدای نخواسته سوء استفاده از حضور مردم و بالاخره از امی رابطه که با انکشاف دیاد مردم داشته، یگانه فکر میکنم که یکی از دلایل که انکشاف دیاد تانسته با مردم موفقانه کار کنه و مردم هم آمی ما بوده باشه و در اوجای شکل نیکس که تافیل هم است همیست که هیچ وقت ما در وزارت انکشاف دیاد چون من 8 سال شده کار میکنم ایتو کدام موقع برابر نشده که رهبری وزارت از این شوراها و از زور یعنی مردم هیچ کدام از وزرای کار نکردن. تا جایی که من میفهمم مثلا ما با آقای ادمر کار کردیم، با آقای سانزیا همراهش هم سر نزدیک کار کردیم، همیشه تمرکز ما سر ارزی خدمات و سر کیفیت ارزی خدمات بوده. از آقای منصوری نام نبردین اونا هم پوزید. بله همراه آقای منصوری در این زمان با شند خواهش میگم دیگه ما در طول امی مدتی که همراه ازی و ازی سایبا کار کردیم یعنی خصوصا خود در تقریبا 3-3.5 سال گذشته ما مینو برنامه بودیم، برنامه های وزارت رهبری و مدیریت مستقیم غیر سیاسی پیشمه بوده و غیر سیاسی بوده و این یک خوشبختی است. بسیار کلانگ پس برای بله. که مردم افغانستان اگر واقعا کمک ها به این سطح بله. حالا شما در ظرف یک سال از 25 قبل سال 1390 تا حال در حدود 945 میلیون دلار بله. برای شما تعهد شده بوده بله. و بسیار رقم خوب کافی به دست آمده 906 میلیون دلار بله. بله. بسیار یک رقم خوب است و من میخوام که یک چیز به ارتباط سوال شما باز بگم که یعنی شما بحث سیاسی را چیز بالا کردین. ما به این باور هستم که این می کمک هایی را که از طریق وزارت انکشاف دیات از طریق این برنامه‌ای را که شما یاد کردین به دست مردم قرار گرفته و مردم از این مستفید شده، کل هدف ما این بوده که ما چطور بتانیم که حمایت مردم از این نظام و از این نظام بله. از این نظام موجوده و از این روند موجوده که ما به این باور هستیم که یک نظام دموکراتیک است، یک پروسی دموکراتیک است با اساس قانون اساسی. متوجه یک غلط فهمی میشه من در افغانستان و در ممالک کم انکشاف یافته که نظام مستقیما ارتباط میتن با اشخاصی که در رأس نظام قرار داره بله. در حالی که نظام یک ساختار است بله یک ساختار است و کسانی که در رأس نظام قرار داره شاید بله. مردمای بسیار کارا نباشن بله. اما نظام نمیتونیم به اون طرف برتیم دقیقاً متوسطه و ما بس ما میشه همیشه می بوده که در یک نظام دموکراتیک و یک نظام مردمی حکومت باید مسئول باشه، حکومت باید پاسخگو باشه و مردم برسه و با مردم وصل باشه با مردم وصل شه و وزارت انکشاف دیات فقط همیشه تلاش این بوده که چطور بتونیم که ما همین خوشی و رضایت مردم با خود داشته باشیم و اونا به این باور باشن که این حکومتی که اینجا فعلا وجود داره و فعلا امور مملکت مسئولیتش به عهده داره این حکومت بر مردم رسیدگی میکنه. این که در گفت شما که در رأس حکومت یا در رأس نظام که میباشه ولی ما بیشتر هدف ما سر ساختار است، سر خود نظام است بله. و نظام باید بر مردم برسه.
از این سپتمبر بسیار ارقام دلچسب مطالعه کردم، دیدم واقعا یعنی وقتی که آدم میبینه این برنامه های شما را نه نمی طول 10 سال 11 سال برنامه ها خو از شروع حکومت موقت بعد از برنامه بلد. ها آغاز شد و این برنامه ها مراحل مختلف داره و منطق مختلف داشته که کدام چی وقت شروع شود کدام چی وقت باز به تعقیب از او بلد. از کدام برنامه راضی تر هستین شما؟ من هست یک کسی که در این وزارت 8 9 سال بوده راضی ترین که رضایت وزارت مهم نه که رضایت مردم به دست آورده باشه و پایدار بوده باشه کدامش به نظر شما؟ تشکر سلطان جو سبی. 5 برنامه را که ما شما یاد کردین و بساس منطق واقعا بساس منطق طرزی شده. ما تمرکز ما از زمین در طی 10 سال گذشته در 3 بخش بوده. بخش اول مشکلات مردم از نقطه نظر زیربنای دیاتی است. این زیربنای دیاتی شامل پروژه کوچک متوسط است که مثلا شامل راه ها میشه، سرک های دیاتی میشه، پل ها و پلچک ها میشه، دیوارا استنادی است، سیستم زیربنا های آبیاری ضروری، بله زیربناهای آبیاری برای دیهات است، شبکه های آبرسانی است، به خاطر که بخش آب هاشمدینی سی هم یک بخش بسیار مهم است که او در جزء مسئولیت های اساسی وزارت است. رساندن آب هاشمدینی سی بر مردم، تامین دسترس مردم به آب آبیاری، آب زراعتی، به می ترتیب برق در دیهات، اینی از جمله به اصطلاح یک بخش یا جمعی از پروژه های زیربنایی است که دنیم هنوز هم که شما در دیات افغانستان برین هنوز این پروژه کلش یا همین زیربنا ها تکمیل نشده. واسه که ما این 10 سال مداخله کردیم، چیزی که بسیار دلچسب است وزیر سب که همین ماندار هر برنامه بله. در حالی که بسیار مفید هم میتونه باشه اما دو فساد هم میتونه را پیدا بکنه در سطح محلی بسیار ازارها برنامه است بله. و ازارها ببخشید ازارها مناطق تحت پوشش قرار میده. ما دست اول خبر دارم که بعضی برنامه ها اشخاصی که معذف میشن بله. از بین مردم اینا یا به بهانه امنیت یا به بهانه ازی که با طالبا باید تقسیم بکنن حق یا به یک شکل از اشکال انجینیرها را اختطاف کردن، کارکنان را اختطاف کردن، با پول رفتن فرار کردن به مناطق دیگه. ما دست اول خبر دارم در بعضی بزرگسوالی های از این مملکتی واقعه شده. این پیگیری ازی را کی میکنه؟ وزارت شما نمیتونه، این ظرفیت امنیتی پیشش وجود نداره، اما آیا این هماهنگی وجود داره که پیگیری شه بگم؟ دقیق در بعض مواردی که گزارش ها همینطور که به شما میرسه خب بر ما میرسه، این نیست که یعنی ما وقتی که با 5 برنامه ملی در سر تا سر افغانستان حضور داریم، حضور فیزیکی داریم، فعالیت داریم، بیشتر از 60,000 پروژه تا فعلا تطبیق شده در سر تا سر افغانستان، مردم از این استفاده کرده، دیگه جای شک نیست که ما زایات هم نداشته باشیم. زایات بوده اما خوشبختانه زایات ما به او اندازه نیست که مثلا در بعض سکتورهای دیگه شاید مردم شکایت داشته باشه. 60,000 پروژه که ما مثلا تطبیق کردیم، فکر کنیم که یک بار مثلا گزارش رسید از بر ما هزلمند، یک مثال بسیار زنده بر شما میگم، جای ناامن یک گزارش بر ما از طریق تیم پی آر تی بریتانیا بر ما رسید که گویامی بودجه برنامه همبستگی ملی به شوراها رفته و این بودجه حیف مل شده، درست هیچ وجود نداره. خب رسید بر ما، چون ما سیستم نظارتی خود داریم، نظام کنترلی ما هست در سطح ولایت، در سطح لوسیر تا قریه، درست ما نظام کنترلی خود داریم. چندین لایه کنترلی داریم، یک لایه نیست، چندین مراحل مختلف کل چیز کنترل میشه. خب این خبر بر ما تکاننده بود، تاجل که تیم عطا داو اخما بیادم است که یکی از منصبای ما کال امرای ما نیستن، این در اصل یک تیم رفتن به المن، این موضوع را مکمل ما بررسی کردیم. تمام حسابای شوراهای ما که در افغانستان بانک بود، پولی که از کابل انتقال داده شده بود در حساب از اینا و آنچه که اینا مصرف کرده بودن و چیز پولی باقی مانده شان که در حسابشان مانده بود، حتی ما شورای را پیدا کردیم که در درمی هلمند، در امو منطقه نامن، که پول شورا طالبا آمدن اینا را لتکوب کردن، گفتن پنج، که پنج افغانه که یک جای بسازین هیچ کس از یک دیگه خود خورده نمیتونه. آه درست از نه، باز اینجا امی اعضای شورای ما را لت کرده بودن، لتکوب کردن که پیسه را بر ما بدهیم. بازیا برشان گفته بودن دزاول این قضیه شده بود، بازیا گفته بودن که پول ما خو پول امانت است، چون به این کل مردم حق داره. اگر از خود ما شخصی میگن ما براتون جمع میکنیم، چند تا جمع میکنیم، ولی پول امانت است، این را غرض نگیرید. اینا لامل این سوال بیشتر که گفتم، به نظر شما امی برنامه های بسیار عمده که به هزارها ده ها هزار پروژه میشه، بله بله. راضی ترین مردم از کدامش هستن؟ اولا مردم خو بیشتر از این برنامه هم بستگی ملی راضی هستن و یکی از دلایلش است که برنامه توسط وزارت انکشاف دیات برای خود مردم
تروریزی شده و توسط خود مردم تطبیق میشه و خود مردم از این نفع میبرن. کدام بخشش قوت زیاد داره و کدام بخشش باید اصلاح شوه؟ در بخش امی ما به نام یک پروسه اول خواهیم، این پروسه ای خود چند مرحله داره تطبیق برنامه همبستگی ملی. مرحله اولی زی از امروزای اول که ما میریم مرحله سوشال موبیلیزیشن یا امی بسیج سازی یا انسجام اجتماعی مردم هست که مردم ما زینن آماده بریم، مثل مردم برشان میریم برنامه را اول برشان تشریح میکنیم، توضیح میکنیم اهداف برنامه را چی است، بعد از او مردم طبعا علاقه میگیره. در سال اول ما به یک چالش بسیار کلان رو بریم، مردم باور نمیکرد که این امت یک ابتکار را در تاریخ افغانستان، خود چون در از گذشته بیاد داشتن، در تاریخ افغانستان تو ایت وقت نشده که حکومت مرکزی 60,000 دلار برده باشه برای یک مجموعه از مردم که اوجه به شکل انتخابی باز بحث شورا میان اعضای شورا، ایره حکومت مرکزی 60,000 دلار در اختیار مردم قرار داشته باشه و مردم بگه که شما اینال شما میتونید برنامه‌ریزی کنین که کدام مشکلتان یا ضرورتان توسط پول عل میکنین رفع میکنین. این برشان جالب بود وقتی که برنامه رو ما در سال اول برشان تشریح میکردیم، این نمی برشان جالب بود که چطور امکان داره که حکومت بر ما 60,000 دلار بیاره بده یا 50,000 که شما اعتماد کنه و مصرف. ولی بعد از یک سال وقتی که برنامه تطبیق شروع شد، آهسته آهسته همین شورت برنامه و اهداف ازی توسط خود مردم از یک منطقه به دیگه منطقه انتقال کرده رفت، سفر کرده رفت، رضایت پیدا شد. باز بعد از او در سالهای بعدی این برنامه را یکانه برنامه است که دیروز پریروز یک گزارش از طریق یکی از تلویزیون‌های آزاد نشر شد، از این تلویزیون‌های خصوصی ما. ما بسیار خوش بودم که مردم خودشان راجع به این برنامه صحبت میکنن، از کافیسا صحبت کردن. برای شما شاید یک چی وجود داشته باشه، یک آمار یقین با شبکه های بسیار قوی که وجود داره، آمار رو این گپا پیشتون وجود داره که در کدام مناطق افغانستان به شکل عمومی این برنامه ها موفق ترین بوده، در کدام جایا باید بعضی تغییرات دیگه بیایه در ساختارها یا در برخورد اجتماعی دولت؟ ای به شما کدام بله ارقام وجود داره و بر تصویر تصاویر بسیار واضح وجود داره. مثلا برنامه در هرات بسیار خوب پیش رفته، موفقانه در ولایت بلخ بسیار موفقانه تطبیق شده، در خود حوزه کابل، در ولسوالی کابل بسنا یک چند بعضی قرارداد که نامون بوده در فای چیز طرف مشرقی، خصوصا در حوزه سروبی مناطق نامن ضعیف‌تر بوده، خود ضعیف‌تر به خاطر بوده که اونجا چون برنامه سلوپ آهسته پیش رفته، اینال جایی که به سرعت پیش رفته در اونجا دسترسی وجود داشته بر همکارای ما، نظارت یعنی ارتباط میگیره با آگاهی مردم، آگاهی مردم، سطح دانش و آگاهی و سواد مردم سخت نقش خود داشته دی و نقش عمده خود داشته در تطبیق موفقانه برنامه. مثلا در این طرف پروان، کاپیسا، به می ترتیب در بدخشان، در بغلان، در قندوز، خرابترین مناطق به غیر از اینکه مناطق ناامن بوده، از نگاه سمت اگر امنیت یک طرف کنیم، اگر امنیت کدام مناطق ضعیف‌تر شده؟ فقط جایی که کارهای برنامه را زیاد متاثر ساخته چی بوده، متاسفانه که مسئله چیز می خود، یعنی اگر امنیت درست می بود شما، بله اگر امنیت درست می بود آیا در تمام افغانستان اینمی تصویر عینی چیز می بود یا بازم تغییر میکرد؟ بسیار به صورت نسبی شاید تغییر میکرد. ما بر شما گفتم میتونیم که در پکتیکا مثلا، در پکتیا، در پکتیا برنامه بسیار خوب پیش رفت، در خوست بسیار خوب پیش رفت. ببینید یعنی در مناطق مرکزی ما در بامیانی برنامه بسیار موفق پیش رفته، به می ترتیب در دایکندی این برنامه خوب پیش رفته. یعنی بعضی گپایی که بعضی ها میزنن که در مناطق پشتون نشین کس نمیخواد که کار بکنن یا خوششان نمیاد که حکومت به گپا، این در ارقام شما در ارقام ما انعکاس اصلا نمیافه. و حتی ما میتونیم بگیم مثلا در لوگر برنامه بسیار خوب پیش رفت، تطبیق شد. در غزنی در ولسوالی که ما در سال اول دسترسی پیدا کنیم برنامه خوب پیش رفت، در ناهور و ریگ ولسوالی کنجا بسیار مشکلات بود، خوب بسیار مشکل مشکلات زیاد بود، در اونجا همکارای ما تانستن که با استفاده از دانش محلی را که داشتن و روشایی را که بتانن با چطور با مردم محل داخل صحبت شان، مذاکره شان و برنامه رو برشان تشریح کنن. حتی ما در نیمروز بهتر مثال ببینیم که یکی از ولایت های مشکل و عقب مانده ما شما کمی کشاف افته، در بادغیس مثلا در ولسوالی ما داشتیم که در اونجا مردم سطح سواد و آگاهی مردم سو پایین بوده، ولی خوشبختانه برنامه اونجا خوب پیش رفت. در مورد یک چیزی که بسیار دلچسب بود برای ما که برنامه ملی راسازی روستایی، باز گفتن که اکثر کسانی که اینجا اشتراک دارن خانم ها 75% نه در او برنامه همبستگی ملی است. در برنامه همبستگی ملی تو راست که امیال رقمی که پیش ما وجود داره از تقریبا بیشتر از 3,350,000 اعضای شورای انکشافی ما
خانم است. نه نه که این اعضای شورای انکشافی است. دست تا سر افغانستان دمی بیشتر 28000 شورای که جا چده شورای انکشافی قریه 36% از این خانم است اعضای شورا. دست تا سر افغانستان. اگرچه به حساب نفوس زیاد نیست اما برای افغانستان 36% خوب یعنی یک سمگیری بسیار فعال و قابل چیز است. علت اشتراک خانما را در یک قسم موضوعات چی زیادترین چی را میبینید؟ آگاهی مرد است؟ آگاهی مرد و دیگه امی خود برنامه جناب سلطانزوی صاحب با امی حالت عمومی افغانستان و با دنزداشت حالت اجتماعی افغانستان و بافت اجتماعی افغانستان و ارزش‌ها و سنت‌های جامعه افغانستان به یک شکلی برنامه تریزی شده که در اونجا ما هیچ چیز را سر مردم اعمال نمی‌کنیم یا تحمیل نمی‌کنیم. شما در ما داخل قریه میشیم مردم برشان برنامه را تشریح می‌کنیم، برنامه خودتان است و همین کار دیگه یکی از مفقدهای دیگه که ما داشتیم برنامه را خود افغانا تطبیق کرد. درست. اگر این جوهای خارجی و گپا مطرح نبوده این جوهای خارجی هم کارهای ما هستند بودن ولی این جوهای خارجی و این جوهای خارجی است که 25 سال 30 سال در افغانستان نو سابقه کار دارن. باز این جوهای خارجی حالا من میتونم نام نمیگیرم برای اینکه ایجاب نمیکنه اما یک روز بحث خاط کردیم باز این جوهای خارجی اتر یک انگیزی را به وجود میاره که میخواین بگن که شما چیز نمیفهمید ما کل کارا را میکنیم اما مربوط خود ماست که نمانیم شاید بله این مربوط خود ما هسته و خوشبختانه که اینجایی که امروی ما به شکل همکار امروی ما کار کردن کلش تحت رهبری و رهنمود و رهبری وزارت انکشاف دیات کار کردن و خوبی دیگه ای بوده که ما بر اینجا گفتیم که کارمندایی را که شما استخدام میکنین باید کلش افغان باشه مثلا در سمت ننگرهار ما برنامه هم بستگی ملی بسیار به موفقیت پیش رفته یه بسیار دلچسب است وزیر صاحب که امی روان ماندار روان در که آدم میبینه در کارهای وزارت همش سیستماتیک به هم ارتباط دارن و بودیجه و تمویل از این پروگرام ها بسیار مهم بوده نال بعد از 2014 شما ماندار وضع جهانی رو میتونید تخمین بکنید علاقمندی بین المللی رو میتونید تخمین بکنید وضع اقتصاد بین المللی رو میتونید و وضع امنیتی رو حالا که میبینیم به یک شکل که بر شما یک تصویر باید بده این کمک ها تداوم از تو خود بود و امی پایدار بودن پروگرام های شما رو چقدر صدمه خواد زد چطور است؟ در این خو جای شک نیز من همیشه نگرانی خود در سطح کابینا هم که بوده در بحث هایی که ما حتی در توکیو هم کرفتیم اونجا ما یک سمپوزی هم انکشافی بود که در اونجا صحبت داشتم یکی پایداری از نقطه نظر آنچه که برنامه ریزی کردیم آیا برنامه مفید است؟ پایدار است؟ بایست روشای انکشافی در افغانستان دوام کنه؟ ما میگم که بله. بله چرا دیگه ازی که میکانیزم عملی و خوب دیگه ما نداریم امتحان خوب بایست یک کارمند انکشافی و مسلکی حکومت ما از این راکارا کده دیگه بهتر چرا هر سال یاد تسیام شده و اصلاحات آمده و بیبودی آمده یکی پایداری کمک‌های بین المللی است که برنامه ما را پایدار می‌سازد یا نمی‌سازد این نمی مهم گپ این مهم است تعهداتی که در کنفرانس توکیو برای برنامه حکومت افغانستان دو برنامه یک موج ارائه کردیم خوشبختانه برنامه بستگی ملی و برنامه انکشاف دیات همش مورد حمایت است حمایت جامعه بین المللی قرار گرفته و تعهدات هم به شکل کلاسترها یا حلقه‌های سکتوری که در فعلا در داخل حکومت کار می‌کنه بر علاقه زراعت و انکشاف دیات بیشتر طرف توجه و حمایت جامعه بین المللی بوده در جای شک نیست خب اگر ما تعهدات اساس قرار بدیم برای آینده برای اینکه فرض کنیم که آیا این کمک ها پایدار میمونه برنامه پایدار میمونه اگر به تعهداتی که در کاغذ است به او نظر کنیم بله انشالله است یک سوال اگر تعهدات باز شکننده شد خدا نخواسته بازی برنامه پایداریش دیگه صدمه میبینه سوال اخیر بازی سپ یک سال قبل آقای خلیلی مان رئیس جمهور گفته بود که وزارت انکشاف داد در بسیاری عرصه ها کارش ناقص است و کار نمیتونه و نمیفهم در بعض جای آیا ای عموما ناطق را به خاطر ایجابات سیاسی منطقوی نام گرفته بود یا ای که شما تانستین قناعت حاصل کنین یا چی یک لست طولانی که من نمیخوایم حالا در آخر پروگرامی رو بخونم این گفته های خود آقای خلیلی که گفته در فلان جای کار نشده و فلان پروگرامات شده و فلان شده باز هیچ نشنیدیم دیگه بعد از ما خب جناب منصب دوم رئیس جمهور که است برنامه هم بستگی ملی یک کمیته رهبری است که در اساس جناب خلیص خودشان هستند و هر شش ماه در سال دو بار یا سه بار مجلس کمیته رهبری تحت ریاست اونها دایر میشه و ما بسیار به شکل تفصیلی با حضور داشت جناب خودشان ما گزارشات برشان ارائه میکنیم و اونا میبینن پلان بر اساس پلان توسعه برنامه هم بستگی ملی خوشبختانه
هیچ ولایت افغانستان از پوش برنامه همبستگی ملی، از برنامه سرکسازی ما، از برنامه رشد منطقی ما، از برنامه آبرسانی ما، هیچ ولایت منطقه افغانستان نیست که در اونجا مردم، حتی کوچه های ما، که حتی ما کوچه های ما در جایی که مثلا کوچه ها به شکل موقتی هم اگر جا به جا شدن، ما امیال فعلا در دو سه نقطه کابل یعنی می لحظه تانکر برشان گرفتیم، کرا گرفتیم، به خاطر که ما مسئولیت داریم، یعنی تا جایی که امکان داره کوشش کردیم، آخرین کوشش کردیم. و اگر جناب استادم کدام نگرانی های داشته بوده باشن، من مطمئن هستم که در مجلس برتون بگویم، در طول همی چند سال گذشته حتما نگرانی هاشون رفع شده. خب این قسم مشکلات معاون رئیس جمهور باید به مجلس وزرا و به خود کمیته اقتصادی باید بگویم. دقیق. بعضی اوقاتی که اگر چیز تو لازم بوده باشه، ملاحظات داشته بوده باشن، ما همیشه چون منیسه مان رئیس جمهور و حتما برشان معلومات نادرست داده شده. خب اگر معلومات نادرست بوده باشه، انشالله بعد از این معلومات درست داده شده. تشکر رزی که تشریف آورد. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. مهمانای بعدی خدا خوش آمدید میگیم. دیپلم انجینیر داوود محمد بهیر، رئیس عمومی آبرسانی و کانالیزاسی افغانستان که تقریبا یک اداره جدید است، او کاغلای مایار هاشم مایار د اکبر د مؤسسه مشاور د افغانستان د مرستو رسوون کول لپاره د انسجام مسته دی د افغانستان د مرستو لپاره د انسجام مسته ډېر ښه راغلاست مایار صاحب. تاسو نه به شروع کړو چې د افغانستان پرمختیایي پروژې د کلیو د پراختیا په چوکاټ کې مندار مختلف پروګرامونه او برنامه وي، د همبستګي ملي نول تر نورو محلي د شوراګانو رول پکې، او تاسو هم د مرسته رسولو په ارتباط د هماهنګۍ په ارتباط تاسو په افغانستان کې ښه معلومات ټولوئ همیشه او انسجام لپاره یې کار کوئ. په دغه موضوعاتو کې د تاسو برداشت د لسو کلو د پروګرامو په هکله څه شی دی خلاصه توګه؟ په لنډه توګه په هغه وخت کې چې د نوی حکومت مابین ته راغی، نو توجه د کلیوالو پراختیا ته ډېره وشوله. نو همدغه و چې یو له هغه ملي پروګرامونو څخه ملي پیوستون پروګرام و چې د کلیو د پراختیا لپاره جوړ شي، او واقعا د ښې لاسته راوړنې درلودلې. تر اوسه پورې د 28,000 نه زیاتې د کلیوالي شوراګانې جوړې شوې چې دوی په خپله باندې خپل اولویتونه ټاکي، په خپله باندې ضروریات ټاکي، هغه وړاندې کوي، او البته د یوې موسسې هم د دوی سره کومک کوي، د پروګرام جوړولو کې تطبیق کولو کې بودیجې جوړولو په دې شیانو کې ورسره کومک کوي. دا ښه هغه و، ډېر ښه پروګرام و، خو البته ستونزې هم پکې وي. ستونزې دا وي یو خدا دی چې د دې ښځو ونډه پکې کمه وه په دې پروګرامونو کې، خصوصا په رهبرۍ برخه کې. درست، د پروګرام د تطبیق لپاره، د تطبیق لپاره او همچنان کنه اوس دوی خو ما عرض وکړئ چې دوی د پروګرام جوړولم د دوی په لاس و چې دوی په خپله باندې ولې په کومک دی هغه سره موسسو سره دوی خپل پروګرامونه جوړ کړي، خو دغلته د فیصله تصمیم نیولو برخه کې هم دوی هغه دی، کنه دوی برخه ځکه ډېرې دوی په کلیو کې ډېر کارونه خو د ښځو په واسطه کېږي، ډېر شیان چې د ښځو ته باید هغه اصلي رول ورکړي، اصلي رول ورکړل شي، هغوی ته ونډه ورکړل شي، دوی نه پوښتنه وشي په دې پروګرام کې چې د پروګرام څنګه. دغه یې ضعیفه برخه وه چې په ډېرو په خصوص بیا په ځینو ځایو کې چې هغلته امنیت سم نه و، په ځینو ځایو کې چې هغلته رواجونه کلک رواجونه او د عشانو په ځای کې ونه شوای کړل. سره دې هغه هم چې داسې وشول چې ګډې شوراګانې دي نه وي، جلا شوراګانې نه وي، د ښځو د جلا شوراګانې وي، د نرینه و د جلا شوراګانې وي، بیا هم دغه کمک وکړه چې داسې شوراګانې چې سره جلا شولې، بیا هم دغه ستونزه تر ډېره حده په خپل حال باندې پاتې شوله، ولې دا نه شو ویلی چې دا یو ناکام پروګرام ده. زموږ د نگاه نه یو موفق پروګرام دی چې توجه ورته ادامه لري، تر اوسه پورې د ادامه لري. زما معلومات داده چې 28,000 نه زیات مې ځکه ویلي چې
وزیاد شویدی دیگه نموز شویدی کار به چه ترسیده اوز غیر ده ملی پیوستون نور ملی پروگرامون موجوده بول باقی که تاسو چه غواری چه وی که چنگه اوز ده زیزه ده غوارم چه ده ملی اولوی توپ پروگرام که چه کنه ده پکلی ده پراختیا ده پارا چه ده جور شویدی کنه دلتا دویشت ملی اولوی توپ ده پروگرامان یو ده کرنه ده پراختیا ده او بل ده او بوده چه او بو اغام د کارن او بودی هم لکه در ایسه بشه دولی دی چلو او بودی درست این پکلیو که دی پاکی او بود ضررتی نه تنها دا چی پا دی ویارم شد دی پاکی او بود هم ضررتی یو دا پروگرام دی چی دی پا دی دنو نوی یا اغا دی تروس پوری دی تمیل که وون کیو دی دولت تر مابین پا دی بانده موافقه تا ندی رسیدی ولی دلیلی دا شده چی دا خو دیر مهم دی دیر مهم دی دلیلی دا شده چه دلت در دیر مصرف خوالی گوره در اوبه دی اوبه اداره کن اوبه دیر ازایی که گره خواته دی اوبه اداره او اوبه رسول چه در پاکی اوبه خلق تورسه در دیر مصرف خوالی در دیر مصرف خوالی نو تمویل کون کی تمویل کون کی در دیر مصرف تا زده نخکوی دوی وایی چه دی دولت نغاره چه دقیق اغده وکی سروی دی وکی دقیق مطالعه دی وکی یعنی قناعت بخون که یو پروگرام باید یو پروگرام جور شی چه اغام زکر دلتا پا دی اولویت و پروگرام که خو دولت سکه وی دولت وایی چه دی ما داغ پروگرام لیده دی اولویت پروگرام دی دوم رز خپل منابع ورتا لرم دی تاسو نه دوم را وارم دی تمیل کنی ولی دلتا خود تمیل کنی که بیانو چه دیره خود دیره اغا پا با تمیل کنی که بانده چه ول شویده یوازه دی پیسو خوختل مطرح نده تمیل کنی که دی پروگرام پلان باید ورکرسی نه پلان خود دیگه پلان پا اساس بانده که نه پلان جوروی ورته ورکوی اما پلان بورکوی بیانو دیگه پا اساس بانده تا پیسی بودیجه اخلی بله بودیجه اخلی که نه چه زکر چه کام چه کارو کرم چه وقت پوری وکرم که نه څو موده پورې دغه تکمیل کړم دغه دغه پورې هغه دي دا دلیل دی چې دا ستونزه اوس د دولت لخوا نه ستونزه ده یا د دواړو دواړو لخوا نه دا ستونزه د دواړو خوا نه ده نو کله کله سیاسي هم کېدلی شي سیاسي په دې باندې باندې خو تاسو ته خو معلوم دی چې په نوره دنیا کې خو نه دغه حکومتونه څلور یا پنځه کاله وي او دا خو د اوږدې مودې هغه دی پروګرام اوږدې مودې دي څوک زړه نه ورته ښه کوي چې یو حکومت یې قبول کړي بیا بل حکومت وایي نه هره بودیجې کې باید تخصیص ورته ورکړل شي تخصیص ورته ورکړل شي که نه دا د اوږدې مودې بل پروګرام ته اولویت ملي چې د کرنې د پراختیا پروګرام دا په کلیو پورې دی د کرنې موږ تاسو اوس ټول په کلیو کې دی موږ تاسو که پخوا موږ به چې شاګردان وو یا کله ما مکتب اوس د کرنې پروګرامونه د اوبو رسولو پروګرام او د ملي پیوستون پروګرام او ځینې نور پروګرامونه د صنایعو لپاره دا دی د کلیو صنایعو د تقویل لپاره ټول په یو کلستر کې راغلي دي دا یو مشکل نه پیښیږي چې دا باید بل سوی نه وای د تاسو په نظر څنګه ده یا مهنګۍ په ارتباط کې سړی وګوري ده دا خو هغه د تخصصي باید جلا شوي وای ان په تخصص په لحاظ باندې دا باید رښتیا هم سره جلا شوي د هغه دی مګر دا بیا هم یو بل پورې اړیکې لري اړیکې خو لري یعنی اوس معقول دی چې د دې خاطر او دا اوس نو معقول دی د دې خاطر دوی یو ځای سره کینی مقصد نه دی چې آیا دا ټول دی یو وزارت لخوا باید تطبیق شي یا دلته مختلف وزارتونه باید اما هنګي اوس دلته څوک دی کنه د کرنې وزارت دلته پکې شامل دی د نړۍ د اوبو وزارت په دې برخه کې شامل دی آبرسانه چې د فایدامه وزارت پورې اړه لري د پکې شامل دی او د کلیو د پراختیا وزارت او دلته د دې کلاستر رهبری څوک د کلیو پراختیا کوي د تاسو د مؤسسې له دید نه د دې ارګانو همکاري په دغه برخو کې یعنی تر اوسه مؤثره ده که اصلاح سي باید باید اصلاح شي د تر اوسه څه نقاط دي چې باید اصلاح د تر اوسه پورې څه هغه نه دي دوی یو د بل پروګرام نه باید ښه خبر شي څوک څه کوي کنه اوس د کلیو پراختیا کې د کرنې وزارت خبر چې زه څه کوم د کلیو پراختیا وزارت خبر چې زه څه کوم د فایدامه وزارت هم خبر شي د هر یو د خپل وظایف باید تفکیک شي او یو د بل نه خبر وي داسې ونه شي چې یو کار ته هم د کلیو پراختیا وزارت وردانګي او هم د کرنې وزارت وردانګي او هم د اوبو لګولو د انرژي وزارت د برق وزارت دا وردانګي نو دلته د ځکه دوی ټول باید سره یو ځای شي د خبرې سره هغه کې وظیفه سره جلا کی وظیفه په عین زمان کې د دوی یو د بل دم خبر وي چې څه رقم سره وشي نو یو ځای کار کول هم جنان هم دارنګي چې د کورونه تفکیک شي د هر چا وظیفه معلومه شي چې د یو بل په کار کې څوک مداخله نکړي انجینر صاحب
از شما میخوایم راجع به ماندار اداره شما یک اداره بسیار جدید است که راجع به یک روز بسیار مهم است که بحث مستقل داشته باشیم، اما یک بخش عمده زندگی مردم ما که موضوع آب آشامیدنی و آب صحی است که هم در شهرها و هم در دهات این موضوع فوق العاده عظیم و پراهمیت است در این زمان و یک مشکل بسیار بزرگ ملی هم است. در اینجا شما امی مشکل را که در شهرها به وجود می آید که باید به یک شکل حل شود و مشکل آبرسانی دهات بر علاوه مشکلات زراعتی که دارن، در مورد موضوع موضوعات آشامیدنی در این مورد چه یک دید کدام دید وجود داره که برای این کار شده در شهرش که ماندار پروژه شهری کار است، اما در مورد دهات چطور با شما کدام هماهنگی وجود داره؟ بله تشکر سلطان زوی صاحب. اصلا نمی برنامه انکشاف دهات که در قسمت آبا است یا هم با دو کاتگوری تقسیم شده که یکی آبای است که او از طریق شبکه نل خانه به خانه انتقال پیدا میکنه، یکی چاهای عمیق است که اونا بمبه داره و چاهای نیم عمیق است که سطحی است از او استفاده میشه. ما قبل از اینکه همین شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان که مسئولیت رسانیدن آب صحی را در سراسر افغانستان داره، اینا هم باز برنامه های مختلف داره. این را تقسیمات کردم مطابق پلان های کاری خود به نام آبرسانی های شهری داخل پلان و آبرسانی غیر پلانی یا ساحاتی که در اوج غیر پلانی است، خانه های غیر پلانی است. مثلا شهر کابل هم تقریبا شما دمی میبینن که هم ساحات پلانی داره هم ساحات غیر پلانی. ساحات غیر پلانی اونمو است که مردم آمده یک خانه را برای خواست خود از سر تپه یا در سر کوه یا در سر جایی که در اوج زمین دولتی بوده یا زمین شخصی بوده غصب شده جور کرده. نالیجه آبای ما در جایی که ما فشار ایجاب میکنه و در جایی که اوجه من پمپ هاست نه آب ذخیره در چاه های عمیق میره به ذخیره و ذخیره میره توزیع میشه خانه به خانه به اساس میلان خود و اگر از ذخیره ما و خانه ها بالاتر باشه مشکل است. اینال اونمو تو ساحات ما با شرکت های خصوصی و با انکشاف دیات که اوجه از طریق پروژه های خردریزی که مایکرو پروژکس میگه در انکشاف دیات از اون طریق ساخته شده. قبلا یک هماهنگی نبوده به نام آبرسانی انکشاف دهات بوده و آبرسانی های شهری بود. حال ما یک پروتکل امضا کردیم بین وزارت محترم انکشاف دهات و همی شرکت عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان که در هر جایی که در سطح یک ولسوالی نل از طریق شبکه یا خانه به خانه توزیع میشه، اگر اینا برشان بودجه و امکانات داره اینا باید دور تکمیل بکنه و بعد از این برای حفظ و مراقبت ازی و برای پیشبرد امور ازی از طریق ما باید پیشبرد باشه. اینجا بسیار دلچسپ است که امی شبکه ها را که شما فعال میسازین چی در شهرها چی در دهات و قصبات، این بازماندار به اساس میتر آب تقسیم میشه و از اسراف هم جلوگیری میکنه و امی کنترل کیفیت آب به دست یک مرجع میباشه که شما میتونین که کنترل بکنین. بله اینال در انکشاف دهات اگر در قریجات مثلا در سطح یک چای عمیق انفرادی باشه یا در سطح یک چای بمبه باشه این مسئولیت باز به دوش ما نیست. اینا رو در مقریجات از طریق سی دی سی یا شوراهای محلی که به نام کمیونیتی دیولپمنت سنتر است از این طریق پیش بردن قسمی که به او جناب مایار صاحب اشاره کرد بعضی کاسته ها در اوجا وجود داره به خاطر از اینکه اینا اگر یک جنریتر داره مسئولیت خود همین شورا است یا از همون مردم محل است که باید پول از این را جمع آوری کنه و تیل و مصارفات و حفظ و مراقبت از اون پیش ببره که اکثر همون جنریتر ها وقتی که خراب شده در اوجه حفظ و مراقبت از این صورت گرفته نتانسته یا مردم به اساس از این نزاق شده که ما پول از این را جمع نمی کنیم یا دیزل در اون منطقه قیمت یا برای ما مفت بتینش یا برای ما مفت بتین این مشکلات ها هست. اما در سطح خود ولسوالی که ما دو سه پروژه مشترک با وزارت محترم انکشاف دهات و انرژی آب داریم یک هماهنگی خوبی بین ما وجود داره. برای یعنی در اینجا یک چیزی که صحبت شما میرسانه است که اشتراک مردم در بهداشت و زندگی خوب خودشان ضرور است. فرض کنیم یک پروژه برشان آغاز میشه اما تداوم از اون خودشان هم باید حساب بگیرن. همین که شوراهای محلی را من هم پیشتر یک نظر داشتم که دمی خود ایجاد شوراهای محلی و به خاطر حفظ و مراقبت و بقای پروژه بسیار رول داره. اینا اگر مردم پروژه از طرف انکشاف دهات عملی میشه مثلا جنریتر از خریداری میشه چای عمیق خفر میشه و بعد از حفظ و مراقبت و پیشبرد از یا بودجه نداره چون بودجه از یک
مرتبه است که همو خود مصارفات پروژه را میتن برای رننگ ازی یا برای پیشبرد ازی یا برای همی منتننس و مراقبت ازی باز اینا دیگه پول نداره. این را دیگه مربوط جامعه است. همو سرمایه گذاری هم به هدر میره. سرمایه گذاری به هدر میره. اینال نظر ما است که در نمی برنامه ها اینا باید اموج مردم ها را تربیه بکنه و یک حس بین مردم هم از نگاه تکنیکی و هم از نگاه منتالیتی و معنوی که برای مردم ها که هم احساس ملکیت بکنه که این پروژه را ما به شرط برای شما میسازیم که بعد از اینکه ما دیگه پول نداریم. این همی پول دیگه است که برای شما ساخته میشه پروژه. باز خودتان بعد از اون دیگه خودتان را پیش مال خودتان است. مال خودتان است. و هم از نگاه تکنیکی که اونجا یک مکانیک یا میستری که اگر همی چی خراب میشه جنریتر یا نمو پمپ یا همو وسایل دیگه که در اوجه وجود داره یه را باید ساخته بودن و دوباره ترمیمش کرده بودن. درست. یه اول شایی چه مایر سب دی پرختی ها پا اکلا پا کلیو که پا ورکی و خارو که اول سواله که شاید دی اقتصاد لپاره یو ممید واقعی سی ورکی قرضی دی مایکرو کریدیت ورکی قرضی حکومت پده که پروگرام در لود او دم دی پروگرامو پا چوکات که ده هم یو پروگرام دی نه تاسو دی پروگرام نچه برداشت داری چنگه ده موفقیت چنگه ده نقایس چنگه دی د دولت پروگرام لی ولی دی نادولتی موسو دی خوانم در پدیر زیاد اولا رازه دولتی بنده بگیو تکی دا یوخا شروع دی یوخا پایل دی ولی ځینې ستونزې ورسره دی ښه پایل خو په دې دی چې یوه وړه پروژه ده څوک تجربه نه لري نو لوړې هغه کوي که نقص هم څوک کوي دومره اوله خو لیدونکو ته تشریح کوي چې دغه وړکې قرضې د کومو اندازو نه شروع کېږي تر کومو اندازو پورې پولي مقدار یې کوئ چې خلک پوه سي څومره څومره کریډیټ یا قرضه ورکول کېږي خلکو ته څومره کریډیټ موجود ده تر 1.5 زرو پورې هم هغه شوي دي یعنی د ډېرو کمو پیسو نه تر 1.5 زرو پورې افغانۍ هغه نظر په پروژه سره درست نظر په هغه سره او خلک خپل پلان وړاندې کوي نظر په هغه سره د ورسره کوي دی کوي او ستونزه هغه شاید په ډېرو ځایو کې وای ځکه دوی دا پیسې چې ورکړلې تر خپل قرضه بیرته نه اخلي یو څه اضافه پیسې هم یو فیصدي اخلي شپږ سلنه د دې سره بعضې په دوه حسابو باندې موافقت نه لري یو هغه ته مذهبي هغه ورکوي یعنی سود دی دا سود دی په دې حساب باندې دا ستونزه دا ده چې وایي دا سود دی دا پیسې موږ نه اخلو او بل بیا وایي چې ښه دا اداري مصارف دی دوی ورته شکه کوي چې دا اداري مصارف دی دا سود نه دی نو هغه بیا وایي دا ډېر دی او ځینې یې بیا مني نو او بل ښهوالی د دې قرضو دا څوک چې دی اصلا دغسې باید وي که دولت وي که غیر دولت وي چې دا نظارتي قرضې باید وي دا په دې خاطر نه ده چې ته پیسې ورکړه او هغه پیسې بیا وروسته واخله یا د ګټې سره یې واخله یا بې له ګټې دا واخله خبره دغه ده که نه چې دوی دې مخکې هم دې ته دوام نه خبره وکړله که نه د دوامداره کار دپاره به هغه وکړه چې داسې نه وي چې هم دغه قرضه اخیستې بیا وروسته قرضه چې ادا کړه د هغه هم ورسره لاړ شي دا باید دایمي وي که نه دغه شی دا شی دو خاطره چې دایمي وي نو دوی د نظارت وکړي د دې هغه نه چې کومک ته ضرورت لري فني کومک ته ضرورت لري هر څه شوي چې دوی پوه کړي د خلک چې دا ونه شي چې د موقتي په ما وخت کې چې د قرضه اخیستې ده دې سره تماس وکړي بیا وروسته له هغه هم هر څه چې اخیستې دي هغه بیا خرج کړي هغه ونه کړي هغه ته خو دوام ورکړي هغه په هغه باندې دوام ورکړي نو دغه ضرور دی چې دوی ته پوهه ورکړل شي په دغه دوران کې یعنی دغه د قرضې سره چې ته قرضه ورکوې په مغه خاص هغه کې مثلا قرضې نن په هوا باید ورکړ شي او د قرضې په استعمال کې جو د قرضې په استعمال کې هم هغه باید ورکړ شي دوی ته چې دوی څه رقم هغه کې یعنی هر نو په هوا ورته ورکړ شي فني په هدا اداري په هدا دا ول چې آینده کې دوی دوی ته دوام ورکړ شي دا کې دولت هم کوي دا کار باید وکړي او مؤسسات یې کوي دا کار ورسره کوي دوی نه پرېږدي چې دوی ضرر وکړي درسته که هم فنی پوهه ورکوي هم اداري یعنی چې د هغه درکه چې څنګه اداره کړي څه رقم هغه وکړي په آینده کې فرض کړه که نور هغه ته مثلا مرغي ورته کوي ښه په دې ځای کې ورته وایي چې د اوس خو ما درکړله دا قرضه
راتلون کې د چانه قرض اخلي کې تغواړي چې انکشاف ورکړي نو دغه منابع مورخه ورته لارښوونه وسی لارښوونه ورته دي غیر دولتي بخش باندې لنډه تفصیله دي غیر دولتي همداسې شوې دي په ډیر مثلا په قالین بافي کې ورسره شوې دي د هغه د چاله خوانه مسرې د خو ډونرانو پیسې ورکړي تمویل کوونکو پیسې ورکړي په پروژې ورکړي ده د مالداري په برخه کې ورکړل شوې دي د صنایعو د صنایع په برخه کې ورته شوې دي میوې د ساتنې یا حتی مثلا د عطر ګلاب جوړول په ننګرهار کې په دغه ځای کې نه داسې وړې وړې پروژې په دې حصه کې د دوی سره کومک شوی اول د دوی ته د پوهه ورکړل شوې ده بیا په جریان دغه پروګرامو کې چې موږ او تاسو ورباندې خبرې وکړلې ملي پروګرامو کې د بدیل کښت او فقر زدایۍ لپاره هم د دې پروګرامونو استفاده کیدای سي یا داسې تړلې نه دي یو بل سره نه دا خو ډېر مهم دی اوس یو خو داسې دقیق هغه نشته دی چې څومره بې اثر کړی وي مګر بې اثره نه دي په ډېرو ځایو کې یعنی د هغه نه اوښتي دي د کرلو نه د کوکنارو د کرلو مثلا کوم ځای کې اوښتي دي چیشته تللي یعنی په ډېره کې مخکې بعضې مثالونه د ننګرهار درته وویلی که نه هغلته د ګلاب او د عطر فابریکه د خلکو جوړه کړې ده هغلته د جم د مرباګان یعنی په عمومي توګه مفاد زیاتره ده مفاد زیاتر دی په هغه برخه کې کړي قالین بافۍ په برخه کې د هغه کړې دی انجینر صاحب راجع به همې هماهنګي پروګراما به تر مثال موضوع بسیار عمده که به نظر من مسئله آب آشامیدنی و آبرسانی چی در شهر چی در دهات زمانی که راهسازی شروع میشه چی راههای عمومی سرک هاست و چی سرک های فرعی و درجه دو درجه است گاه گاهی دیده میشه که اول سرک جور میشه و بازی کنده میشه و باز کنده میشه و باز جور میشه و باز در اینجا هماهنگی بهتر به کار نیست که یا آیا به اون مرحله رسیدیم که بتونیم امی رو بهترتر هماهنگ کنیم؟ سلطانزوی صاحب یک موضوع بسیار مهمی که از نگاه انجینری و تکنیکی چون من یک انجینر هستم ای است که قبل از اینکه یک جای اگر شهر باشه یا قبل از اینکه یک جای یک قریه باشه ساخته میشه باید هم اساسات اولیه ازی ساخته شد پلان اصلی ازی که دیزاین ازی پروژه است در قسمت مثلا سرک است همه کمک‌های اولیه که مثلا نلدوانی آب میشه برق است اینا تمام موضوعات اساسی است که از نگاه پلان انجینری و پیش بینی رشد نفوس تمام ماستر پلان از و پیش بینی که ماستر پلان همین چیزای اساسی هستی است که اونمو به حساب تهداب باید گذاشته شد اگر مثلا حال در اکثر از جای متشده که ما به این مشکل در داخل شهرم روبرو هستیم عملا نمیاد پیدن ما در شهر کابل و در مزار شریف و در جلال آباد و هرات که ما همه پروژه های توسعه خود که نلای خود ما میندازیم مجبور هستیم که ما سرک بکنیم و دوباره نل پرتیم و با سرک قیر بسازیم که هر پروژه برای ما دو چند تمام میشه همو یک ویران کردن از یک جنجال است که انداختن میشه و مثلا مالی باز ترمیم دیگه این که رشد نفوس هم سر مهم است مثلا شهر کابل دیزاین شده بود برای 1 میلیون نفوس حال فعلا در شهر کابل از 5.7 میلیون بالاتر هم مردم زندگی میکنه این حال همین رشد نفوس هم مثلا همون نلی را که ما در او آب انتقال میتونیم به طور مثال ظرفیت ازی باید بالا باشد چون نفوس بالا میره نل باید کلان شد وقتی که میخوایی که نل کلان شد نل مجبوره خورده مجبور پس کنی نل کلان رو بیاری پس همون کمدن کاری و مصرف دوچند میشه دیگه اینمی هم آهنگی قبلا وجود نداشت و این چیزای است که اساسات فعلا در تمام شهرک ساخته شده و بعد از این باز متوجه آب دوباره باز کانالیزاسیون قصن وجود نداره برای از اینکه تا امروز ما آب نداریم وقتی که آب نباشه کانالیزاسیون هیچ امکان پذیر نیست یک هماهنگی که حالا بین ما ایجاد شده در بین انکشاف دهات و وزارت محترم انرژی و مثلا وزارت محترم انکشاف دهات در ولسوالی ها یا در قریجاتی که در اوج منابع آب است و آب میاره به داخل یک ولسوالی یا به داخل شهر اندال اونمو محلی که در اوج منابع آب است و دهات است ای بین ما و اینا هماهنگی است که ساحه را ما مربوط از این میسازیم که نل انتقالی را بیار در داخل شهر وقتی که در داخل شهر یا ولسوالی یا در داخل یک محله میای که اوجا باز نلای خانه به خانه وصل میشه باز این مسئولیت باز و همچنان با وزارت انرژی و مثلا دمی ما یک پروژه در اندخوی داشتیم که آب میای از پالوی دریای آمو در اوجا چاه ها حفر میشه ذخیره ساخته میشه در داخل اندخوی همین نل انتقالی به طول 90 کیلومتر در مسئولیت وزارت انرژی و آب بوده یکی بازواد از ذخیره در داخل خانه ها و نلای توزیعی در داخل کوچه ها و سرک ها میشه این مربوط ما میشه این بهتر نمی بود که شما از اون شروع تا آخر سوال همینجاست که یک ناهماهنگی همینجا ایجاد شده برای از اینکه
قطر نل را که اینا دیزاین کرده و آبی را که ما برای مردم ضرورت داریم در بینشان تناقضات وجود داره. او یک مشکل دیگه. او آبی را که اینا انتقال میده به طور مثال 150 میلی متر پایپ است و در اونجا وقتی که ما ضرورت داشته داریم حداقل باید 300 میلی متر پایپ باید بود. یک چیز دیگه که میخوایم انجینیر صاحب شما من نیست مسئول یک اداره که بسیار برای صحت مردم و حفظ صحه و موضوعات بسیار مهم است، هم آبرسانی هم کانالیزاسیون. ما با کارتیسی متوجه بودیم که نلای آب آشامیدنی که رسیده بسیاری مردم آبیاری هم از این آب میکنن. امی این آگاهی را یک کمک باید بهتر سر بسازن که امی آب خوب برای آشامیدن است، آب او پاشی و چمن پاشی و یپانی است. این موضوعات یک کمک مردم هم باید هم کاری بکنن. چطور؟ این سلطانزوی است بسیار موضوع مهم و اساسی است که اصلا آب آشامیدن تا آبی که برای زراعت است باید تفکیک شود. بله. و آب آشامیدن را که ما در شهر کابل داریم بسیار محدود شده. بله. که ما قبلا گفتم که اگر ما تمام آبای زیر زمین کابل 44 میلیون متر مکعب آب در زیر زمین در شهر کابل در یک سال است. بله. و بعد از خوشسالی های متداومی که 7 سال 8 سال بود حالا به 33 میلیون متر مکعب به اساس راپور جدیدی که ما تقریبا 6 ماه پیش از جایکای ژاپن گرفتیم به 33 میلیون متر مکعب آب در 20 سال کاهش یافته. یعنی یک بر چارش کم شد. بله. نال اگر نمی آب، اگر این مردم بر زراعت و به خاطر موترشویی و به خاطر شستشو و به خاطر ساختمان استفاده بکنه، آب آشامیدن ما در شهر کابل در 5 سال آینده وجود نداره. شما ببینید که 6 میلیون انسان یا 8 میلیون انسان خدا نخواسته بی آب خواهد بود. نال آب ازی که میه، این آب ما مجبور هستیم که از بیرون شهر، از ساحات دور بیاریم و کیلومترها دور. ما داریم مطالعات حالا داریم سر مثلا بند شاتوت است، بند شاوروس است در طرف شکردره، بند شاتوت دلالندر است، بند مثلا دریای پنشیر است، اما میفهمیم که هر کدام از 200 میلیون دلار سرمایه گذاری کار داره که آب آورده شد. و یک متر مکعب آبی که یک موضوع بسیار مهم اساسی است که شما یک سوال بسیار خوبی مطرح کردین، یک متر مکعب آب برای ما 22.5 افغانی تمام میشه یک هزار لیتر آب. اینال اگر اینا برای زراعت استفاده میکنه فکر کنین که آب آشامیدن چقدر متضرر میشه. بازو آب بوتلی بخر و باز آب بوتلی یک بوتل 15 افغانی و ما آله از مردم که دمی اواخر ما تعرفه را بالا بردیم که ما خود کفا شیم حداقل با پای خود ایستاده شیم چون ما از طرف دولت سبسایدی نداریم. مکمل ما باید از عواید خود از شرکت باید از عواید خود دوباره ما سر پای ایستاده شیم. ما در مقابل یک بوتل آب که قیمتش 15 افغانی بس اگر باشه، اگر همی به حساب عمده فروشی باشه 12 افغانی یا 10 افغانی ارزان تر از بازار. ما 2000 بوتل آب در مقابل از این برای من خدا کنه که مردم هم احتیاط کنن که کس بیاب نشه. بسیار زودتر شکر لطف خانست. طوری که مشاهده کردین تمام پروگرام ها چی پروگرام های دولتی باشه چی پروگرام های غیر دولتی، برنامه های انکشافی ایجاب میکنه که هم از ضروریات مردم و جامعه با خبر باشیم و هم در تمویل از او و در تطبیق از او پروگرام ها را ترتیب عیار کرده باشیم که مهمترین بخشی که عبارت از پایدار بودن از او پروگرام هاست مد نظر گرفته شده باشه. پروگرام های انکشافی مراحل مختلف میتونه داشته باشه که هر مرحله از ارتباط پیدا میکنه با مرحله قبلیش و موفقیت مراحل بعدی یقینا با مراحل قبلیش زنجیروار مرتبط است و پایدار بودن پروگرام ها را تضمین کرده میتونه. در پروگرام های انکشافی افغانستان گاه گاهی دیده میشه که پایدار بودن پروگرام نه تنها به خاطر عدم هماهنگی در تطبیق پروگرام ها و در نوعیت پروگرام ها دیده میشه، بلکه در عدم اشتراک مردم در نگهداشت از پروگرام ها و در احساس مالکیت که ایجاب میکنه مردم در برنامه های انکشافی خود داشته باشه، ای صدمه می رسانه به پروگرام ها و برنامه های ما که ما می تانیم امو سرمایه گذاری هایی را که در این بخش ها شده فکر بین کنیم که به هدر خواهد رفت. برای که این موضوعات درست انسجام پیدا بکنه و به شکل درست دولت افغانستان و مردم افغانستان از مزایای پروگرام های انکشافی مستفید شوند، ما فکر می کنیم که یک بازنگری جدید در تطبیق پروگرام ها روی دست گرفته شود تا بتانیم ببینیم که مردم چرا در احساس مالکیت پروگرام های مردمی خود ضعیف عمل میکنن، علتی که جامعه چرا احسان نمیگیره و یا اگر احسان میگیره به خاطر احسان میگیره که کی برشان چی میکنه بدون اینکه از خود بپرسن که ما برای خود چی میکنیم. امیدوار هستیم که پروگرام های افغانی انکشاف افغانستان ترتیب عیار شوه، مخصوصا پروگرام های انکشاف روستایی و قرا و قصبات ما که خود مردم بتانن با احساس مالکیت برای تداوم از پروگرام ها حداقل در اشتراک
حفظ مراقبت از او در اشتراک در ادامه از او عمو کوشش و سعی مردمی که ایجاب میکنن به خرج بده تا بتونیم این انکشاف پایدار بسازیم. تا برنامه آینده و روز آینده خدا نگهدار.